شهنواز تنی از چهره های ماجرا برانگیز در سیاست دهه های اخیر در افغانستان بود. او انگام کودتای هفت ثور در یک جزتام کماندو در اردوی افغانستان مسئولیت داشت و در پیروزی کودتا نقش فعال ایفا کرد. گفته می شود که شهنواز تنی در حادثه خونونی 24 اوت سال 1358 که در آن 24 هزار نفر کشته شد، یک تن از مسئولان نظامی ولایت هرات بود. اما او در هنگامی که زنده بود پیوسته این موضوع را رد کرد. جنرال شهنواز تنی در خپل وخت د دفاع ډیر قوي او غښتلی وزیر و، د ټولو فسادونو څخه پاک و. زما ورسره نږدې اړیکې وې، ښه خویي درلودلو او په هیواد او د وسوال پوځ د جوړولو سره یې مینه درلودله. شهنواز تنی به حیث فرمانده فرقه هشت کابل، فرمانده نظامی کابل، عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق و عضو بیروی این حزب کار کرد. او در 16 اوت سال 1368 در حالی که وزیر دفاع بود علیه دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت کودتا کرد. کودتا ناکام شد و با یک هلیکوپتر نظامی به پاکستان فرار کرد. سومره ده پیسه قدرت جای جلال نور چی شو پکردی؟ بیروی سیاسی غره سوی؟ دگر جنرال سوی؟ مرکزی کمیته غره سوی؟ وزیر دفاع سوی؟ پا قرارگاه نظامی که زما ده معاون پایس کار کبی؟ نور چی شو غاری؟ شهنواز تنی پس از سقوط طالبان در سال 2001 به افغانستان آمد و جریانی را به نام حزب جنبش صلح ایجاد کرد. واکنش ها در مورد مرگ شهنواز تنی شبیه مرگ همه سیاستمداران افغانستان است. حامیانش او را به نکویی یاد می کنند و مخالفانش او را به انتقاد می گیرند. اما صدای مردم افغانستان که قربانی اصلی سیاستند هنوز در این زمینه خاموش است. نقیب بیان، لندن.